سلام. حرف اول حرف امید و ایمانه. امید به فردایی که در چشم اندازه و ایمان به تحقق آرمان آزادی. نبض فردا با تپش قلب‌های اونها میزنه که ایران رو آباد و ایرانی رو آزاد می‌خواد. یادتون باشه که فردا رو ما خواهیم ساخت. تو همه جای دنیا آموزش و پرورش معمولاً افراد تحصیل کرده و باسواد تربیت میکنن، اما تو ایران آخوندزاده آموزش و پرورش خودش تولید بیسواد میکنه. شاید تعجب کنید ولی واقعیت داره. کمتر از یک ماه دیگه اول مهره و شروع سال تحصیلی جدید، اما اول مهر برای همه شروع زنگ مدرسه و کلاس نیست. دانش آموزانی هستن که توی هیچ کلاس و مدرسه ای جایی ندارن. سلام، من فاطمه هستم، 9 سالمه. به ما اینجا مدرسه درس نمیدن. ما اومدیم که تو سلیه درس بخونیم، اجازه ندادن. چرا؟ میخواستیم میگن شما ولی چین شناسنامه نداریم، ما نمیذاریم شما تو سلیه درس بخونیم. بله، اونها بچه های بدون شناسنامه هستن. تا حالا توی رژیم ایران هیچ آمار دقیقی از تعداد اونها ارائه نشده، چون به طور واقعی هیچ جا هم ثبت نشدن. اما مدتی قبل بود که روزنامه ایران از قول یک حقوقدان نقد کرد که تعداد کودکان بی‌شناسنامه توی ایران آخوندزاده حدود 100,000 نفره، که البته قطعاً از تعداد واقعی موجود توی جامعه خیلی کمتر. حتما که با خودتون میگین که یک راه حلی هست و بالاخره یک ارگانی توی حکومت باید پاسخگو باشه. معاون وزارت آموزش و پرورش گفته که مدرسه ها نمیتونن افرادی که شناسنامه ندارن رو ثبت نام کنن، ولی افرادی که متقاضی هستن میتونن به یک کمیسیون مخصوص مراجعه کنن و اونجا از طریق مادر یا بهزیستی و یا افراد خیر تقاضای شناسنامه بکنن و به ثبت احوال مراجعه کنن. اما ببینیم که پاسخ ثبت احوال چیه. ثبت احوال میگه که هیچ مسئولیتی در قبال صدور شناسنامه برای این افراد نداره و خود بهزیستی باید به دادگاه مراجعه کنه. شاید فکر کنید که در بین سایر ارگان‌های رژیم نهضت سوادآموزی باید یک کاری انجام بده، چون بالاخره هر چی باشه این سازمان از اول هم برای ریشه‌کنی بیسوادی ایجاد شده. اما معاون نهضت سوادآموزی گفته که این مسئولیت وزارت کشور و بهزیستیه و هیچ ربطی به سوادآموزی نداره. بعد هم با نهایت وقاحت و بی‌شرمی گفته که این دو نهاد ابتدا آدم بودن کودکان بی‌شناسنامه را ثابت کنند تا بعد ما دنبال سوادآموزی آنها باشیم. بله، این مدار بسته در نهایت به بن‌بست ختم شد. یکی دیگه از دردهای اجتماعی و مشکلاتی که توی حکومت آخوندها به سادگی فراموش میشه و نادیده گرفته میشه. وزیر ارتباطات اطلاعاتی آخوند روحانی به سوابق خودش افتخار میکنه. آذری جهرمی گفت افتخار میکنم که کارمند وزارت اطلاعات بودم. اما بعد سعی کرد که سوابقش رو مخفی کنه و گفت اما شایعاتی که در مورد منتشر شده درست نیست. البته نیازی هم به ادعای خودش نیست. همه شواهد و قرائن و مدارک نشون میده که چه فردی بوده، چه کارهایی کرده و بازجویی‌ها و خدماتش به رژیم روشن. آذری جهرمی در جای دیگه از مصاحبه‌اش به بن‌بست فیلترینگ اشاره میکنه و میگه بستن ابزارهای ارتباطی ممکن است به عنوان یک مسکن عمل کند، اما واقعا راه حل نیست. بعد هم ادعا میکنه که در حال مذاکره با توییتر هستن تا پای قوانین و ضوابط فرهنگی نظام بیاد، که اگه قبول کنه در اون صورت توییتر رو رفع فیلتر میکنه. بله، رژیم آخوندی از ترس گسترش فعالیت‌ها در فضای مجازی مجبور شده که یک اطلاعاتی رو وزیر ارتباطات کنه تا کنترل رو بیشتر کنه. اما حتی همین موضوع هم مجبور میشه به بن‌بست فیلترینگ اعتراف کنه. سفره‌های خالی و خونه‌های بی‌سقف دیگه فقط مربوط به قشر پایین جامعه نیست. توی کشوری که طبقه متوسطش تقریباً نابود شده، حتی نخبه‌ها و رتبه‌های بالای دانشگاهی هم با مشکلات زیادی روبرو هستن. اونهایی که بعد از سال‌ها درس خوندن، بیکار و بی‌پول به شهرستان برمی‌گردن. توی اولین مصاحبه آخوند روحانی در دولت 12 که 7 شهریور پخش شد، ادعا کرد که بیکاری و گرانی کمتر شده و زندگی مردم بهتر شده. اجازه بدین که در دل‌های یکی از نخبه‌ها رو بشنویم و بعد قضاوت باشیم. من متولد سال 69 هستم. رتبه 1 کارشناسی ارشد مهندسی نفت اهل کاشمر. 7 ماه هست فارغ التحصیل شدم. حدود 70 شرکت نفتی را برای پیدا کردن کار رفتم. ولی یا گفتند
باید یک نفر معرفیت کند یا گفتن تعدیل نیرو داریم یا باید جواب مناقصه بیاید یا باید سابقه کاری داشته باشی و من متاسفانه هیچ کدام اینها را نداشتم. حتی آنها مرا برای کارآموزی هم قبول نکردند. من رتبه یک ارشد هستم. در کارشناسی رتبه هم سرقمی بوده و همه جوانیم را درس خواندم. خب از کجا باید سابقه کار بیاورم؟ وقتی حتی جایی نیست که کارآموزی کنم، چطور برای خودم سابقه جور کنم؟ سال آخر تحصیلم در یک مؤسسه تدریس میکردم، ولی آن هم درش بسته شد و هیچ درآمدی نداشتم. به ناچار بعد از فارغ التحصیلی به شهرمان برگشتم و حالا بیکار در خانه پدر و مادرم زندگی میکنم.